سلام، به برنامه چه خبر از ایران خوش آمدید. وبسایت کلمه امروز صبح خبر از بازداشت زهرا و نرگس، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را داد. در پی توضیح این وبسایت، مامورین امنیتی با حمله به منزل دو دختر میرحسین به تفتیش چند ساعته منزل آنها پرداخته و دختران وی را بازداشت کردند. در فاصله چند ساعت خبر از آزادی دختران میرحسین داده شد و تنها نیم ساعت بعد وبسایت سهام نیوز خبر از بازداشت محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی را داد. با حمید مافی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، گفتگویی داشتیم در همین زمینه. چه که در واقع این روزها عنوان رفتار حاکمیت در سرکوب دوباره رسانه‌ها و فعالین سیاسی پیداست، نشون میده که حاکمیت همچنان هراسناک است از اینکه برخلاف اینکه سه سال مدام در بوق و کرنا میکنه که جنبش سبت مرده و دیگه خبری نیست، هراسناک است که دوباره این آتش زیر خاکستر بگیره و ما یک بار دیگه در واقع شاهد بروز اعتراض ها و ناآرامی های در ایران باشیم. شما اگر دقت کرده باشید، خود حاکمیت حداقل بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که اون چه که در سه سال قبل انجام داد در انتخابات خرداد 88 یک رفتار کاملا غلط بود و حالا توان بازگشت از اون تصمیمی رو که گرفته و یا بهتر بخوام بگم جرأت بازگشت از اون تصمیم رو نداره. در مقابلش حالا تلاش میکنه که این طرف داستان رو و یا منتقدین خودش رو وادار کنه به این که بپذیرن در واقع اون تصمیم رو که آقای خامنه ای سالها قبل گرفته و اگر شما تجزیه و تحلیل بکنید اظهارات آقای اسکر اولادی رو در این چند مدت و یا معمولا نرمش هایی که بخشی از جریان موسوم به اصولگرا، چون به گمان من اصولگرا نیستند و فاقد هر گونه اصولی در رفتار سیاسیشون بودند، اگر دقت بکنید به این اظهارات، اینها تمایل دارن که بتوانند راه رو باز بکنن برای بخشی از جریان که برگرده و بپذیره اون فصل خطاب بودن رهبری رو. اما این طرف داستان هم خب یک جریان برحقی بوده، مطالبات خاص خودش رو داره و ایستاده بر سر آرمانهاش، چاره جز این نداره که بیاد و سرکوب کنه، فضای رعب و وحشت ایجاد کنه، چون رفتار دیگری، رفتار اقلایی دیگری رو نمیتونه از خودش بروز بده. ببینید، هیچ چیزی در رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست، چون شما در یک حکومت قاعده مند، در واقع با یک حکومت قاعده مند و قانون مدار روبرو نیستید، با یک حکومتی روبرو هستید که مشخص نیست در 24 ساعت آینده چه رفتاری رو پیشه میکنه. دقت کردید آقای مرتضوی رو مثلا ظرف 24 ساعت بازداشت کرد و آزاد کرد و همیشه، یا در واقع در خصوص روزنامه نگاران همیشه میومد و روزنامه رو توقیف میکرد، این دفعه بدون هیچ گونه هشداری یک دفعه 16 روزنامه نگار رو بازداشت کرد بدون هیچ گونه در واقع دلیل موجهی. و حالا در آستانه 25 بهمن میاد و خانواده موسوی و کروبی رو بازداشت میکنه. به خاطر همین نمیشه واقعا پیش بینی کرد که فردا چه اتفاقی میفته در ایران. اون هم تنها دلیلش این هست که شما با یک حکومتی روبرو هستید که به هیچ قاعده، قانون و رفتار منطقی پایبند نیست و بستگی داره که آخرین در واقع تصمیمی که در بیت رهبری گرفته میشه چه باشه. احسان مهرابی نیز در گفتگوی با ما از دلایل این بازداشت ها چنین گفت. طبیعتا در آستانه 25 بهمن ممکنه یک سری اقدامات پیشگیرانه ای بخواد انجام بشه برای اینکه اتفاقاتی مانند اتفاقاتی که بعد از فراخوان آقای موسوی و کروبی در همون سال 89 رخ داد دیگر تکرار نشه. از سوی دیگه به هر حال در بعضی مواقع اینها احساس میکنن که با توجه به حصر طولانی سران جنبش سبز ممکنه فرزندان این افراد برنامه‌ای داشته باشن برای پیگیری رفع حصرشون، همونطور که قبلا هم نامه‌ای منتشر کرده بودن. بنابراین شاید در آستانه 25 بهمن هم میشه گفت که این به یک نوعی شاید اقدام پیشگیرانه‌ای بوده و همین که از اقدامات بعدی که برای
آزادی رهبران جنبش سبز از حصر ممکنه در دست پیگیری باشه جلوگیری بشه. احتمال اینکه این دستگیری ها در آستانه انتخابات شدت بکنه بیشتر هست. به هر حال ما شاهد این هستیم که یک سری درگیری ها در داخل خود حاکمیت رخ داده، از جمله درگیری های شدید بین دولت و مجلس و حمله به آقای لاریجانی. این سری بازداشت ها و مطرح کردن دوباره بحث آقای موسوی و کروبی به نوعی شاید هم میتونه که از درگیری های داخل حاکمیت بکاهه و اونها رو دوباره حول هوش حمله به سران جنبش سبز متحد بکنه. از سوی دیگه شاید حاکمیت احساس میکنه با وجود این درگیری هایی که رخ داده، عملا به هر حال سخنانی که آقای موسوی و کروبی در سالیان گذشته درباره دولت مطرح کردن به واقعیت داره میپیونده و این درگیری های خود حاکمیت و مشخص شدن راستی سخنان آقای کروبی و موسوی دوباره این فرصت را به افراد فعال جنبش سبز میده که مطالباتشون را مطرح بکنن، خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که معمولا تا حدودی ممکنه فضا باز بشه. شاید حاکمیت نگران هستش که از این فضای باز ممکنه برخی از هواداران جنبش سبز برای اقدامات جدید استفاده بکنن. از سوی دیگه به هر حال شاید هم پیامی هست برای کسانی که قصد حضور در انتخابات آینده رو دارن که اگر بناست که حضور داشته باشن هم باید کماکان حضوری مانند انتخابات مجلس نهم رو داشته باشن و هیچ دغدغه یا اتفاقی برای حاکمیت رخ نده در این انتخابات. و احتمال اینکه دستگیری ها ادامه پیدا بکنه و یا گسترده ترم بشه طبیعتا وجود داره. مهدی تاجیک دیگر روزنامه نگار نیز در این باره تحلیل خود را این چنین گفت: اونطور که در خبرها اومده امروز ماموران دادستانی نرگس و زهرا موسوی فرزندان آقای مهندس موسوی رو به مدت کوتاهی بازداشت کردن و هنوز منابع موثق در مورد دلایل بازداشت اونها ابراز اطلاع نکردن. تا اونجایی هم که در خبرها اومده خانم کاکب موسوی فرزند بزرگ آقای موسوی اعلام کردن که اطلاعی از دلیل بازداشت ندارن، اما ایشون به جنگ قدرتی که در حال حاضر در ایران وجود داره به عنوان یکی از دلایل اصلی بازداشت آنها اشاره کردن و گفتن که در حال حکومت خواسته ناپوشانی کنه این فضای پر مناقشه‌ای که در داخل داره با بازداشت فرزندان آقای موسوی. اون طور هم که سایت کلمه منصوب با آقای موسوی در خبر امروز خودش آورده، فرزندان موسوی نزدیک به 3 ماه هست که از ایشون هیچ اطلاعی ندارن و نه ملاقات و نه تماسی برقرار نشده در این مدت. در این خبر همچنین تاکید شده که هر بار فرزندان موسوی تلاش کردن برای اطلاع رسانی پیرامون وضعیت والدین خودشون با فشارها و تهدیدهایی همراه شده از طرف مقام های امنیتی و خانم نرگس موسوی از کار اخراج شده و برای فرزندان دیگر موسوی هم تهدیدهای امنیتی از قبیل تصادف‌های ساختگی ایجاد شده. بنابراین میشه با توجه به درفیش بودن سالگرد حصر آقای موسوی خانم رهنورد این بازداشت کوتاه مدت رو اینطور ارزیابی کرد که به هر حال احتمال میدادن مقام‌های امنیتی که در آستانه این اتفاق طبیعتاً خبررسانی انجام بشه و دست کم این که ابراز نگرانی بشه از وضعیت نامعلوم رهبران مخالفان در ایران، بنابراین یک حرکت پیش دستانه کردن به این امید که بتونن در واقع مانع خبررسانی های بعدی در مورد وضعیت رهبران جنبش سبز بشن. هرچند که فرزند بزرگ آقای موسوی یعنی خانم کاکر و موسوی در اظهارات امروزشون اشاره کردن که تحت هر شرایطی از اطلاع رسانی پیرامون وضعیت والدین خودشون فروگذار نمی کنن و خواهان رفع حصر از اونها یا دست کم اطلاع رسانی دقیق مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شده. ظاهرا بازداشت فقط محدود به
خانواده آقای موسوی نبوده و سایت سهام نیوز وابسته به آقای مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز هم امروز در خبری آورده که ساعت 8 صبح ماموران امنیتی منزل فرزند ارشد ایشون حمله کردند و آقای محمد حسین کروبی رو بازداشت کردند که در این خبر همچنین اشاره شده 7 مامور امنیتی در این بازداشت حضور داشتن و تمام مدارک شناسایی و وسایل شخصی از جمله لپتاپ و تلفن همراه خانواده آقای حسین کروبی رو هم ضبط کردن و بازداشت ایشون تمام بوده با بردن آقای کروبی به دادسرای هوین جهت بازجویی. الان تا این لحظه هیچ مشخص نیست که آیا بازداشت آقای محمد حسین کروبی قراره که ادامه پیدا بکنه یا ایشون هم مانند فرزندان موسوی آزاد خواهند شد. به هر حال با توجه به اینکه فرزندان دو رهبر جنبش سبز امروز بازداشت شدن، به طور قطع میشه این رو تحلیل کرد که به هر حال این بازداشت ها کاملا مربوط به سالگرد حصر رهبران جنبش و حالا به هر حال این انتظار وجود داره که فشارها رو بر خانواده این دو چهره مخالفین حکومت در ایران به مراتب بیشتر بکنند. این در زمانی انجام میشه که طی 7 ماه گذشته بعد از اینکه اظهاراتی از جانب برخی چهره های اصولگرا مربوط به اینکه رفع حصر انجام میشه از رهبر انجام میشه سبز نشون دهنده یک اراده در حاکمیت برای اینکه فضای متفلق سیاسی کماکان حفظ بشه و هیچ نشانه از گشایش سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشاهده نشه. و در آخر به سراغ اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و مشاور مهدی کروبی رفتیم. شرایط سختی که در این روزها حاکم هستش بر فضای سیاسی ایران تقریبا از 1 ماه قبل شروع شده، یعنی بسیاری از فعالان سیاسی رو در عرصه مطبوعات و یا فعالان حزبی رو دستگاه امنیتی اونها رو خواستن و ازشون خواستن از برخی ها که اصلا ورود به انتخابات پیدا نکنن و فعال نشن برای هیچ نامزدی. و ما در حالی که شاهد این فشارها بودیم به یک بار خب موج بزرگی از دستگیری های روزنامه‌نگاران رو شاهدش بودیم که تا به امروز ختم به تفتیش منازل آقایان فرزندان حسین موسوی و آقای کروبی شده. این مسئله نشون میده که با توجه به اینکه در آستانه برگزاری سالگرد 25 بهمن ماه، یعنی روزی که این دو رهبر جنبش سبز در حصر قرار گرفتن، فعالان سیاسی و گروه ها چه در داخل و چه در خارج قصد این رو دارن که تلاش هایی رو انجام بدن برای شکستن حصر و بیان ابعاد حقوقی که منجر به یک چنین اقدام غیرقانونی شده. و بیانیه فرزندان آقای کروبی و آقای موسوی هم در حقیقت آغاز کننده این موج جدیدی بود که در بین فعالان سیاسی اتفاق افتاده بود. اما خب دو رویداد رو حکومت بهش مواجه هستش. یکی بحث در حقیقت حصر بودن نامزدهای معترض انتخابات گذشته که مسئله بسیار بغرنج هستش و در یک این شرایطی باید انتخابات برگزار بکنه، یکی هم خود انتخاباتی که در صورتی که اصلاح طلبان حضور نداشته باشند درگیری بسیار شدیدی بین گروه های اصولگرا صورت گرفته. از یه منظر میتونیم به این گونه تحلیل کنیم که در حال حکومت برای تحت فشار قرار دادن فسادهایی که در بالاترین سطح اتفاق افتاده بود و توسط
دولت مستقر، رئیس دولت مستقر افشا شد، برای تحتشاه را دادن اون این بازداشت ها را انجام میده. اما تحلیل قوی ترم این هستش که با توجه به این که ما 25 بهمن ما رو در پیش داریم و قاعدتا در این روز فعالان سیاسی، فعالان ارتش حقوقی در داخل در خارج مجامع بین المللی این اقدام حکومت رو که یک اقدام غیر قانونی است و تا الان که 2 سال از حد میذاره حتی دستگاه امنیتی نتونستن یک برگ سند در خصوص محکومیت این اقدام ارائه بدن. بنابراین حکومت تنها کاری که از دستش برمیاد اینه که فضا رو همچنان محدود بکنه تا بتونه کنترل کنه موجی که در راه هستش در خصوص حصر آقایان کروبی و موسوی. این شاید مهمترین دلیل این بازداشت ها باشه. بازداشت روزنامه‌نگاران هم در همین ادله میتونیم تحلیل بکنیم، چرا که این روزنامه‌نگاران در جراید خودشون میتونستن بازتاب دهنده این وقایع باشن. ولی اون چه که مسلم هستش در آینده هم پیشبینی ما اینه که روز به روز که به انتخابات نزدیک میشیم فضای امنیتی تشدید میشه و همان گونه که در گذاشتم اعلام کردن به دنبال این هستن که انتخابات یک چالش امنیتی برای حکومت تبدیل نشه. برای اینکه به چالش امنیتی مبتلا نشه قاعدتا مسیری که طراحی کردن مهندسان انتخابات این هستش که فضای سیاسی کشور همچنان بسته بمونه و هیچ تناسبی بین این انتخابات و انتخاباتی که در 3 سال گذشته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفته وجود نخواهد داشت. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. شب روزتان خوش و خدا نگهدار.